فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرهای میهن. دومین روز از تحصن و اعتصاب معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف. این تحصن در اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی و سرکوب و تبعیض و زندانی کردن معلمان برای 2 روز اعلام شده بود. ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران فولاد اهواز. اعتراضات کشاورزان، غارت شدگان و سایر اقشار به سطوح آمده از ستم و چپاول آخوندی. دعوت مریم رجبی از هموطنان برای حمایت از خواستای برحق معلمان، اعتصاب رانندگان و اعتراضات کارگران و هموطنان غارت شده و به سطوح آمده از ستم و سرکوب رژیم آخوندها. اطلاعیه اتحادیه اصناف دانمارک با 300 هزار عضو در حمایت از اعتصاب معلمان، کامیونداران، کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه. فراخوان به آزادی بلادرنگ معلمان و کارگران زندانی. رژیم بحرانزده آخوندی برای زهر چشم گرفتن و مهار بازار ارز 2 نفر را به جرم قاچاق سکه و ارز اعدام کرد. این 2 نفر با سردمداران و سرکردگان رژیم آخوندی کار می‌کردند، اما رژیم آنها را قربانی کرد. رویترز: رژیم ایران روز چهارشنبه 2 مرد متهم به جرائم اقتصادی را اعدام کرد و این در حالی است که جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی و تحریم‌های جدید نفتی مواجه است. هزینه معیشت افزایش یافته و در تظاهرات علیه اختلاس و فساد تظاهر کنندگان شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. گفتار درمانی‌های آخوند روحانی در وضعیت بحرانی رژیم: این مهم است برای ما در این مقطع یک آرامش و امنیتی را به وجود بیاوریم و کار این شورا بسیار مهم است. ممکن است مردم از مسئولین گله‌ای داشته باشند. اشکالی ندارد. گله و نقدشان را باید بگویند. This summer, authorities in Germany, Belgium and France collaborated to thwart a plot to bomb a political rally near Paris. هماهنگ کننده امور ضد تروریست در وزارت خارجه آمریکا: در توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی 30 ژوئن در پاریس، یک به اصطلاح دیپلمات مستقر در اتریش، مامورانی را که در بلژیک مستقر بودند هدایت می‌کرد. این توطئه‌های تروریستی فقط محدود به فرانسه نبود. نیتان سیلز: در ماه مارس آلبانی 2 مامور رژیم ایران را به خاطر طراحی تروریستی دستگیر کرد. دولت فرانسه به توطئه برای بمب‌گذاری در گردهمایی پاریس با اخراج دیپلمات‌ها، مسدود کردن دارایی‌ها و کاهش نمایندگی فرانسه در تهران از سفیر به کاردار پاسخ داد. رد فرضیه دوگانگی و تروریسم خودسرانه در رژیم. پاسخ سخنگوی وزارت خارجه حکومت آخوندی به سؤالی درباره توطئه تروریستی علیه گردهمایی مقاومت در پاریس. سوال یک خبرگزاری رژیم: رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد شاید این اقدام از سوی دولت حسن روحانی نبوده و برخی نهادهای دیگر در ایران دستور این عملیات را به دیپلمات ما داده‌اند. قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم:
من اظهارات ایشان را رد می کنم. اینکه بخواهیم نظام را از دولت جدا کنیم نشان دهنده کم اطلاعی از ساختار درونی جمهوری اسلامی است. بحران رأس نظام بر سر تن دادن به لوایح FATF. یک عضو مجلس ارتجاع از باند روحانی. تصویب این لوایح برای محدود کردن فعالیت مجاهدین ضروری است. خودداری دولت اتریش از میزبانی مرکز مبادلات مالی رژیم آخوندی و اروپا در خاک این کشور. احضار جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی به مجلس ارتجاع به دنبال اذعان او به پولشویی های حکومتی و جابجا کردن های 30 میلیارد تومانی. فراخوان محمود عباس رئیس دولت فلسطین به برگزاری یک اجلاس فوق‌العاده برای بحث بر سر توقف حملات اسرائیل به مردم فلسطین. آتش‌بس در حملات متقابل موشکی بین حماس و اسرائیل. دومین روز اعتصاب و تحصن معلمان و فرهنگیان در اعتراض به وضعیت معیشتی و امنیت شغلی و زندانی شدن معلمان و فرهنگیان. معلمان در سراسر ایران روز چهارشنبه 23 آبان ماه دومین روز از اعتصاب و تحصن دو روزه خود را ادامه دادند. در این اعتصاب که بنابر فراخوان قبلی در روزهای 22 و 23 آبان برگزار شد، معلمان در دفاتر مدارس تجمع کرده و از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند. مدارس و دبیرستان‌ها در شهرهای تهران، اسلامشهر، بهارستان، اصفهان، نجف‌آباد، همایون‌شهر، کرج، ایلام، تبریز، جلفا، ارومیه، سیروان، مشهد، کبار، لامرد، زیویه، کامیاران، بیستون، دولت آباد، ماهیدشت، کوهدشت، ساری، شاهیندژ، بوشهر، زنجان، بجنورد، شیراز، کازرون، قزوین، قم، بانه، سنندج، سقز، دیواندره، مریوان، مهاباد، سردشت، دهگلان، کرمانشاه، ربانسر، بابل، عراق، همدان و یزد شاهد اعتصاب یک پارچه معلمان بود. معلمان خواستار رفع تبعیض در نظام آموزشی
افزایش حقوق و دستمزدهایشان متناسب با تورم کنونی، آزادی معلمان زندانی، بیمه فراگیر، تحصیل رایگان، مزایای شغلی و توقف طرح معلم تمام وقت هستند. در برخی از مدارس دانش آموزان نیز از اعتصاب معلمین خود حمایت کردند. در همدان دانش آموزان با تجمع در کلاس درس روی تابلو نوشتند: جای معلم در کلاس درس است، نه زندان. دانش آموزان دختر در کرمانشاه با تجمع در کلاس درس در حمایت از معلمان اعتصابی خود نوشتند: تحصیلات رایگان حق مسلم ماست. تعلیم و تربیت رایگان حق من است. روز سه‌شنبه 22 آبان استادان دانشگاه علوم پزشکی فارابی کرمانشاه در اعتراض به وضعیت اسفبار آموزش سر کلاس حاضر نشدند. دانشجویان این دانشگاه نیز از ساعت 11 صبح تا 6 عصر در محوطه دانشگاه تجمع کرده و خواستار آزادی بیان و کاهش هزینه تحصیل شدند. این اعتصاب در 81 شهر و 25 استان کشور و در 348 مدرسه، دبیرستان و هنرستان گسترش یافته است. خانم مریم رجوی به معلمان آزادی تحصن کننده در سراسر ایران درود فرستاد و عموم هموطنان به ویژه جوانان و دانش آموزان را به همبستگی و حمایت از خواستای برحقانان فراخواند. مریم رجوی وضعیت فاجعه بار معلمان شاغل و بازنشسته و چپاول حقوق کارگران و رانندگان زحمتکش را محصول سیاست‌های چپاولگرانه و سرکوبگرانه رژیم آخوندها دانست و گفت تا این رژیم بر سر کار است، این وضعیت وخیم‌تر می‌شود. کارگران فولاد اهواز برای پنجمین روز متوالی در مقابل استانداری رژیم در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند و علیه ظلم و بی‌عدالتی و کارگزاران دز و غارتگر رژیم شعار سر دادند. همزمان با اعتراض و اعتصاب کارگران فولاد اهواز،
کارگران نیشکر هفت‌تپه برای دهمین روز به اعتراض و اعتصاب خود ادامه دادند. این کارگران زحمتکش و محروم از صبح چهارشنبه 23 آبان همراه با خانواده‌هایشان در مقابل فرمانداری رژیم در شوش دست به تجمع و اعتراض زدند. در این تجمع یکی از زنان کارگر طی صحبت‌هایی نسبت به ستم و اجحافی که در حق کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌شود اعتراض کرد. الان یک سال گذشته، اون وعده وعیدایی که به ما دادن از فرمانداری گرفته تا استانداری، تمام وعده وعیدهایی که به ما دادن همشون باد هوا. حالا بعد از گذشت یک سال باید دومین آرزوتون رو بهش تحقق بدیم. روز سه‌شنبه 22 آبان جمعی از کارگران فولاد اهواز همزمان با تجمع کارگران در مقابل استانداری رژیم در ورودی مجتمع ورزشی اهواز مسیر عبور خودروی جهانگیری معاون آخوند روحانی را بستند. اتحادیه اصناف دانمارک با 300 هزار عضو طی اطلاعیه حمایت خود را از اعتصاب معلمان، رانندگان کامیون، کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد و سرکوب و دستگیری و تهدید به اعدام آنها را محکوم کرد. در اطلاعیه اتحادیه اصناف دانمارک آمده است: ما می‌دانیم که اعتصاب از پیش اعلام شده معلمان امروز آغاز شده است. خواسته معلمان برای آزادی همکاران زندانیشان با خواسته های آنها برای بهتر شدن آموزش، دستمزد متوازن با افزایش تورم در این اعتراضات به هم گره خورده است. ما نگران سرنوشت رانندگان بازداشتی هستیم که دادستانی رژیم ایران آنها را تهدید به اعدام کرده است. ما از خواسته های صنفی رانندگان حمایت می کنیم. ما اخبار اعتراضات و اعتصابات رشته های مختلف کارگری از جمله کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز را دنبال می کنیم. اتحادیه اصناف دانمارک با تأکید بر اینکه تحولات ایران را دنبال می کند، نگرانی شدید خود را از زندانی کردن معلمان و کارگران اعلام کرده و خواستار آزادی بلادرنگ آنها شد. کسبه و مغازه‌داران در رشت در اعتراض به گرانی دست به اعتصاب زده و از باز کردن محل‌های کسب و کارشان خودداری کردند. علاوه بر این در تهران نیز شماری از مغازه‌داران در خیابان وحدت اسلامی از باز کردن مغازه‌هایشان امتناع کردند. در بیرجند نیز شماری از مغازه‌داران در مناطق مختلف شهر دست به اعتصاب زده و مغازه‌هایشان را باز نکردند. رژیم ایران حکومت اصلی حامی تروریسم در جهان است. سخنرانی نیتان سیلز، هماهنگ کننده امور ضد تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک. نیتان سیلز: توطئه بمبگذاری در گردهمایی پاریس فقط محدود به فرانسه نبود،
یک به اصطلاح دیپلمات مستقر در اتریش، مامورانی را که در بلژیک مستقر بودند هدایت می‌کرد و با سفر او به لوکسامبورگ، دستگیریش در آلمان و سپس استرداد او به بلژیک مواجه بودیم. همه اینها به خاطر توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی پاریس صورت گرفت. در ماه مارس آلبانی دو مأمور رژیم ایران را به خاطر طراحی تروریستی دستگیر کرد. دولت فرانسه به توطئه برای بمب‌گذاری در گردهمایی پاریس با اخراج دیپلمات‌ها، مسدود کردن دارایی‌ها و کاهش نمایندگی فرانسه در تهران از سفیر به کاردار پاسخ داد. رژیم تهران سالانه صدها میلیون دلار به تروریست‌ها در سراسر جهان می‌دهد و این کار را به رغم بحران اقتصادی جاری انجام می‌دهد که بسیاری از مردم ایران را در فقر فرو برده است. هماهنگ کننده امور ضد تروریسم در وزارت خارجه آمریکا نیتان سیلز طی یک سخنرانی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک گفت: رژیم ایران حکومت اصلی حامی تروریسم در جهان است. همین و بس. سالهاست که این عنوان را حفظ کرده و علامتی از رها کردن آن از خود نشان نمی‌دهد. به عکس، رژیم تهران به ارائه صدها میلیون دلار در سال به تروریست‌ها در سراسر جهان ادامه می‌دهد و این کار را به رغم بحران اقتصادی جاری انجام می‌دهد که بسیاری از مردم ایران را در فقر فرو برده است. رژیم ایران در هر سال فقط برای حزب الله حدود 700 میلیون فراهم می‌کند. با اضافه کردن پولی که به سایر تروریست‌ها می‌دهد، جمع آن نزدیک به 1 میلیارد دلار می‌شود. منابعی که رژیم ایران برای تأمین مالی اقدامات تروریستی خود در جهان خرج می‌کند، مستقیماً از جیب مردم ایران بیرون می‌آید. اولویت این رژیم به رغم مشکلات فزاینده اقتصادی، خرید تسلیحات و بمب برای تروریست‌های خارجی است. هدر دادن دارایی‌های مردم ایران به خونریزی و بی‌ثباتی در سراسر جهان منجر شده است. نیتان سیلز سپس مداخلات رژیم در کشورهای مختلف از جمله در سوریه در حمایت از دیکتاتوری اسد، در عراق، بحرین و لبنان را تشریح کرد و افزود: Iran isn't content merely to fund proxies like Hezbollah. The regime itself engages in terrorism around the world. Just last month, an Iranian operative was arrested for planning assassinations in Denmark. This summer, authorities in Germany, Belgium, and France collaborated to thwart a plot to bomb a political rally near Paris. They arrested several Iranian operatives, including an Iranian spy operating under diplomatic cover in Austria. Now, ordinarily, the arrest of a diplomat, a purported diplomat, for planning a terrorist attack would be unprecedented. For Iran, it's business as usual. These plots were particularly brazen in their indifference to civilian casualties, in their abuse of diplomatic status, and in their general shamelessness. But they're just the tip of the iceberg. For Iran has a long and sordid history of backing terrorism, even in the heart of Europe. In January, German authorities discovered and investigated 10 suspected IRGC Quds Force operatives. In March, Albania arrested 2 Iranian operatives for terrorist plotting. Several years ago, هماهنگ کننده امور ضد تروریسم در وزارت خارجه آمریکا افزود: رژیم ایران فعالانه تروریسم را در اروپا طراحی می‌کند، اما توطئه هایی را در بسیاری نقاط دیگر نیز انجام می دهد. آفریقا، جنوب شرقی آسیا و آمریکای جنوبی نیز شاهد تروریسم تحت حمایت رژیم ایران طی سالهای اخیر بودند. نیتان سیل سپس به دستگیری 2 مأمور رژیم آخوندی در آمریکا از جمله به خاطر جاسوسی و توطئه علیه مجاهدین و مقاومت ایران پرداخت و افزود: کشور ما هم مصون نیست. در سال 2011 نیروی قدس مظنون به مشارکت در طرح ترور سفیر عربستان در ایالات متحده در رستورانی در جورج تاون بود. و در همین ماه اوت گذشته اداره تحقیقات فدرال 2 فرد را به ظن جاسوسی از تأسیسات بهایی و یهودی در آمریکا دستگیر کرد. آنها همچنین مظنون به جمع‌آوری اطلاعات از افرادی هستند
که به یک گروه اپوزیسیون ایرانی تعلق دارد. در مجموع ما با مجموعه خارق العاده از شرارت مواجه هستیم. این رفتار یک حکومت معمولی نیست. این رفتار یک رژیم یاغی است که از تروریسم به عنوان ابزار پایه‌ای حکومتداری استفاده می‌کند. ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که این تهدید بی پاسخ بماند. دولت ترامپ در حال پاسخ دادن به آن است. نیتان سیلز در ادامه سخنانش ضمن یادآوری لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط خزانه‌داری آمریکا و لیستگذاری گروه‌های وابسته به رژیم توسط وزارت خارجه آمریکا گفت باید بخش خصوصی هم نقش مسئولانه‌ای در این تلاش ایفا کند. به روشنی می‌گویم اگر با رژیم ایران تجارت کنید تروریسم را تامین مالی می‌کنید. سپاه پاسداران تقریبا در تمامی بخش‌های اقتصاد ایران وارد شده است. هماهنگ کننده امور ضد تروریسم در وزارت خارجه آمریکا در بخش سؤال و جواب این جلسه نیز به توطئه‌های تروریستی رژیم در اروپا پرداخت و از جمله گفت توطئه‌های تروریستی مورد حمایت رژیم ایران در غرب اروپا یک عامل تغییر دهنده در معادلات است. در همان لحظه که رژیم ایران تلاش دارد اروپا و سایرین را در سراسر جهان فریب بدهد تا در توافق ناقص اتمی آنها باقی بمانند، نیروهای نیابتی آن کارزاری از تروریسم را در سراسر این قاره انجام می‌دهند. خود این هر آنچه را که باید در مورد ماهیت رژیم ایران بدانیم به ما می‌گوید. نیتان سیلز درباره دستگیری دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی به خاطر توطئه تروریستی علیه گردهمایی مقاومت در پاریس گفت You have an Iranian diplomat based in Austria running operatives who were based in Belgium. You have travel through Luxembourg, an arrest in Germany, an extradition back to Belgium, all because of a plot to bomb a rally in France. I mean, how many EU members have I just enumerated? Not a majority, but quite a few. And I think that the recent plot in Denmark reveals a similar Iranian tradecraft, where you have a plot in Denmark, but involving Iranians of Norwegian descent. So I think that in the same way that the Paris attacks of 2015 and the Brussels attacks of 2016 were a wake-up call to Europe about the threat posed by ISIS, I think that the plotting we're seeing today in Western Europe should similarly be a wake-up call to our European allies about the terrorist threat posed by Tehran. Well, that's a real concern. نیتان سیلز در ادامه گفت با همچنین شاهد علائم تشویق کننده ای از سوی متحدان اروپایی مان هستیم. دولت فرانسه به توطئه برای بمب‌گذاری در گردهمایی حومه پاریس با اخراج دیپلمات‌ها، مسدود کردن دارایی‌ها و کاهش نمایندگی فرانسه در تهران از سفیر به کاردار پاسخ داد. گام‌های دیگری هم هست که امیدواریم اروپا به طور هماهنگ اتخاذ کند، چون اقدامات جداگانه هر چند شایان تقدیر و ضروری هستند، باید با اقدامات جمعی از سوی همه طرف‌های زیربط پشتیبانی شوند. System of sanctions that will be more robust and comprehensive and sweeping than any the world has ever seen before. با سلام، خبرهای این ساعت را ادامه می دهیم. رژیم بحران زده آخوندی برای زهر چشم گرفتن و مهار بازار ارز دو نفر را به جرم قاچاق سکه و ارز اعدام کرد. به گزارش رسانه‌های حکومتی روز چهارشنبه حکم اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی به جرم فساد فدارز از طریق شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی و انجام معاملات غیرقانونی و غیر مجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اجرا گذاشته شد.
این اعدام‌ها به دنبال دستگیری‌های گسترده صرافان همزمان با رکود بازار ارز در تهران و تلاش‌های مذبوحانه روحانی و خامنه‌ای برای پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت دلار و کنترل بحران است که فساد حکومتی و غارتگران سپاه و بسیج و شبکه قارچگونه بانک‌ها و معامله‌گران رژیم برای دور زدن تحریم‌ها مسبب آن بوده و اکنون کارشان به چرخه سرکوب و اعدام برای کنترل بحران کشیده شده است. وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی با سردمداران و سرکردگان رژیم آخوندی کار می‌کردند، اما رژیم آنها را اعدام و قربانی کرد تا شاید با زهر چشم گرفتن بتوان تلاطمات بازار ارز و بحران گریبانگیر حاکمیت را مهار کند. اظهارات سخنگوی قضایای حکومت آخوندی بیانگر ارتباط و همکاری بانک مرکزی رژیم با وحید مظلومین است. آخوند اژه سخنگوی قضایای رژیم در روز 18 شهریور 97 گفت ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم. مثلا از دلالی در کف سبز میدان به نام مظلومین به عراقچی و از او به سیف رسیدیم. کارشناسان اقتصادی روی آوردن رژیم به این شیوه ها و به زیر تیغ انداختن کسانی که در شبکه فساد حکومتی و در ارتباط با ارگان‌های اقتصادی و چپاولگر خود رژیم کار می‌کردند، پس لرزه‌های شدیدتری را در رژیم به دنبال خواهد داشت و اوضاع را باز هم بحرانی تر خواهد کرد. وحید مظلومین که امروز به عنوان سلطان سکه اعدام شد، همراه با پسرش در سال 91 به جرم اخلال در بازار ارز خارجی حدود 7 ماه بازداشت شده بود که با پادرمیانی محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد آزاد شد. بانک مرکزی رژیم اعلام کرده بود که مظلومین فعالیت‌هایش را با نظر و هماهنگی بانک مرکزی انجام داده و این بانک دلارها را در اختیار او قرار داده است و در پی این اقدام دستگاه قضایی رژیم هم اعلام کرد که این افراد جرمی از این بابت مرتکب نشدند. نماینده دادستان رژیم در جلسه دادگاه مظلومین نیز درباره ارتباط وی با کارگزاران رژیم گفت پای یکی از مدیران ارشد سابق بانک مرکزی هم در میان است. این مدیر ارشد جلساتی با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی نموده است. او بعد از بازنشستگی هم خدمات شایانی به شبکه وحید مظلومین ارائه می‌داد. وحید مظلومین در 13 تیر ماه 97 نیز با حدود 2 تن سکه که در سطح بازار خریداری کرده بود دستگیر شد و به اعتراف دستگاه قضایی رژیم گردش مالی او به رقم سرسام‌آور 14000 میلیارد تومان بالغ می‌شد. دستگیری وحید مظلومین همزمان با اعتصاب گسترده بازاریان بود. خامنه‌ای طی یک سخنرانی از دستگاه قضایی خود خواست برای کنترل اوضاع با اخلالگران برخورد کند. رئیس کل دادگستری رژیم در استان تهران در 17 آبان 97 از انجام مقدمات اجرای حکم اعدام این دو تن خبر داد و این حکم پس از 6 روز به اجرا درآمد. این دو نفر در حالی اعدام شدند که در قوانین رژیم ایران هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای خرید و فروش سکه و ارز تعیین نشده است. بانک مرکزی و دولت حسن روحانی و قوه قضاییه هم محدودیتی برای خرید و فروش سکه اعلام نکرده بودند. خاطر نشان می شود در روز 5 تیر ماه 97 در بحبوحه خیزش و اعتصاب بازاریان، سردشخیم قضاییه خامنه‌ای در وحشت از گسترش قیام به تهدیدهای وحشیانه روی آورد و گفت در مورد همین حوادث یک روز اخیر عرض می کنم که برخی ها داره اینو بزرگ میکنند و ما اطلاع وثیق داریم که این کارا کار یه عده‌ای است با طراحی که امیدواریم اینها هم آشکار بشه برای ملت عزیز ما و با کسانی که اخلال میکنن شیشه مغازه ها رو میشکنن آتش میافروزن بدانند که برخورد قاطع خواهد شد.
و این نکته رو باز تاکید میکنم که انشاءالله این عزیزان یعنی بازاریان محترم صف خودشون رو از این اخلالگران جدا کنن. من اینجا داره هشدار میدم به این اخلالگران نظام اقتصادی، خوب گوش کنید، پنبه هارم از گوش بیرون بیارید، چشمارم خوب باز کنید. این کارها به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات‌های بسیار سنگینی داره. در اونجا دیده شده که اگر این کار مصداق افساد فی‌الارض باشه اعدام، و اگر غیر از این باشه تا 20 سال حبس، و تمام اموالی که از این باب بیاد مصادره میشه. ما در اجرای این قانون هیچ تردید نخواهیم کرد. رویترز گزارش داد رژیم ایران روز چهارشنبه دو مرد متهم به جرایم اقتصادی را اعدام کرد، و این در حالی است که جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی مواجه است و تحریم‌های جدید بخش نفتی را هدف قرار دادند. رویتر افزود دادگاهی ویژه با تایید خامنه‌ای تشکیل شدند و این دادگاه‌ها تا کنون حداقل 7 حکم اعدام را صادر کردند. هزینه معیشت در ایران افزایش یافته و در این حال تظاهرات پراکنده علیه سودجویی و اختلاس و فساد در سطح کشور برگزار می‌شود و بسیاری از تظاهرکنندگان شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. قاسمی سخنگوی وزارت خارجه رژیم در مورد توطئه تروریستی علیه گردهمایی مجاهدین در پاریس اذعان کرد که فرضیه‌های مطرح شده در این رابطه مبنی بر خودسری و دوگانگی در سیستم تصمیم گیری رژیم آخوندی واقعیت ندارد. در پاسخ به سؤالی از سوی یک خبرگزاری رژیم درباره اینکه پس از اتهام‌هایی که علیه یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در اتریش برای انجام عملیات در همایش مجاهدین در پاریس مطرح شد، رئیس جمهور فرانسه در سخنانی اعلام کرد که شاید این اقدام از سوی دولت حسن روحانی نبوده و برخی نهادهای دیگر در ایران دستور این عملیات را به دیپلمات ما دادند. سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفت: من اظهارات ایشان را رد می کنم و فکر می کنم این یک سوء برداشت است. جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی از یک سیاست واحد و رفتار یکسان برخوردار است، و اینکه بخواهیم نظام را از دولت جدا کنیم نشان دهنده کم اطلاعی از ساختار درونی جمهوری اسلامی است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه‌ای در روز 15 آبان با عنوان رد تئوری اقدامات و تروریسم خودسرانه در استبداد دینی، وزیر خارجه آخوندها با صراحت عمل کردن خودسرانه را رد می کند، نوشت: پس از توطئه های تروریستی وزارت اطلاعات رژیم آخوندها در آلبانی و فرانسه و آمریکا و دانمارک، پشتیبانان رژیم برای سرپوش گذاشتن بر تروریسم دولتی و دربردن خامنه‌ای و روحانی تلاش می کنند پای محافل موهوم خودسر را به میان بکشند. اظهارات وزیر خارجه رژیم در مجلس آخوندی به روشنی این قبیل تئوری بافی ها درباره اقدامات خودسرانه و بدون اطلاع خامنه‌ای و روحانی را باطل می کند. ما یک دستگاهی نیستیم که سر خود عمل کنیم. مگر می تونیم ما تو این کشور کاری رو بکنیم بدون اینکه گزارش بدیم؟ ادامه خبرها. چرخه اعدام و سرکوب برای کنترل اوضاع در حالی صورت می‌گیرد که جواد ظریف در همین ایام از پولشویی‌های حکومتی و جابجا کردن 30 میلیارد تومانی صحبت کرد. بالاخره پولشویی یه واقعیتی تو کشور ما. و از پولشویی خیلی ها منفعت برای این کد دارید دکتر، یا اینکه تصورتونه؟ والا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره. من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی، ولی خب اونجاهایی که هزاران میلیارد
پولشویی انجام میدن حتما اونقدر توان مالی دارن که ده ها میلیارد یا صد ها میلیارد هزینه تبلیغات بکنن، هزینه فضاسازی بکنن و فضا در کشور ایجاد بکنن. یه فضایی درست کردن کسایی که یه قلم معاملهشون ممکنه 30,000 میلیارد توش منافعی جا به جا بشه. گزارش‌ها حاکی است که جواد ظریف به خاطر این اظهارات به مجلس رژیم احضار شده است. نماینده خامنه‌ای در کیهان بلافاصله پس از اظهارات ظریف خطاب به وی نوشت: این چه دولتی است که در سیستم بانکی آن هزاران میلیارد پولشویی صورت می‌پذیرد و این سیستم بانکی توان کشف آن را ندارد و برای مقابله با آن باید به بیگانگان یعنی پذیرش FATF متوسل شود؟ آیا به رئیس جمهور اعتماد ندارید که عوامل هزاران میلیارد پولشویی را به ایشان معرفی نمی کنید؟ اکنون جای این سوال است که آیا اظهارات نسنجیده جناب‌عالی متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به پولشویی برای تأمین مالی تروریست‌ها نیست؟ آخوند روحانی در جلسه هیئت دولت خود تلاش کرد آثار تحریم‌ها بر دیکتاتوری آخوندی را ناچیز جلوه دهد و در حالی که با سیلی حراج نفت ارزان و دور زدن تحریم‌ها صورت خود را سرخ می‌کرد گفت آنها فکر می‌کردند که فروش نفت ما را به طور کامل قطع می‌کنند، اما آنقدر راه و مسیر برای فروش نفت داریم که تحریم آنها بی اثر است. رئیس جمهور ولایت فقیه افزود کاخ سفید بر این تصور بود روز 13 آبان روزی است که پایان نظام جمهوری اسلامی ایران را کلید می‌زنند. ممکن است مردم از مسئولین گله‌ای داشته باشند، اشکالی ندارد، اما اینکه تحت تأثیر تبلیغات غلط آنها قرار نمی‌گیرند یک پیروزی بزرگ است. آخوند روحانی همچنین در جلسه شورای عالی اجتماعی رژیم در حراس از فوران خشم مردم به امید درمانی روی آورد و گفت این مهم است در این مقطع آرامش و امنیت به وجود بیاوریم. بدون تردید اگر امید به آینده نباشد و اگر مردم امیدوار نباشند که 6 ماه دیگر، 1 سال دیگر، 2 سال دیگر وضع مملکت، وضع روستا، وضع بهتر می شود، ناهنجاری های اجتماعی را شروع می کنند. چون نمی دانند آیندشان چه می شود. رئیس جمهور ارتجا به رغم کتمان شیادانه شرایط بحرانی رژیم گفت در تحریم مشکلاتی پیدا کردیم. ما الان در نقل و انتقال پول مشکل داریم. در فروش نفت یک مقدار هزینه بیشتری داریم. انجام می‌دهیم. خود نرخ دلار هم شرایط خاصی را برای ما درست کرده. همه اینها دست به دست هم می‌دهد. خب قیمت تمام شده کالا در بازار افزایش پیدا می‌کند. ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع از باند روحانی برای مجاب کردن شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب لوایح مربوط به FATF گفت تصویب این لوایح برای محدود کردن فعالیت مجاهدین ضروری است. وی گفت سازمان مجاهدین در کشورهای مختلف اقداماتی انجام می‌دهند. اگر ما سازوکارهای بین‌المللی مرتبط با پولشویی را بپذیریم می توانیم انتظار اقدام متقابل از کشورها داشته باشیم و این گروه را تحریم کنیم تا کشورهای دیگر نیز با آنها مقابله کنند. در تاریخ 20 خرداد ماه امسال نیز چواکبیان عضو مجلس ارتجاع از باند روحانی موقع تصویب لوایح مربوط به FATF گفته بود دبیر شورای عالی امنیت ملی که از همه اشخاص ما حتما امنیتی تر و دلسوزتر است برگشت گفت تصویب این لایحه الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریست نوعی مقابله با آمریکاست. ایشون مطرح کرد
که ما نظرمون این است که حتما این باید تصویب بشود. مقام معظم رهبری در 14 خرداد سخنرانی فرمودند، یک کلمه در مورد این 4 تا لایحه نفرمودند. میتونستن به ما رهنمود بدن، اما شما شنیدید که ایشان به دولت و مجلس این مسئله را واگذار کردن. وقتی که بخواییم به این لایحه نپیوندیم، منافقین به اصطلاح سازمان مجاهدین خلق را در هیچ کشوری نمیتونیم تعقیب بکنیم، اما با پیوستن به این لایحه ما میتونیم اقداماتی که علیه نظام جمهوری اسلامی، بر علیه کشور ما، منافع ملی ما در دنیا صورت میگیره، با پیوستن به این کنوانسیون اونها را پیگیری بکنیم. لذا دوستان توجه بکنن، این که بعضی از عزیزان میترسن از عرشبه خدمتون که به هر حال تبی که بگیرن به خودکشی رو میارن، من بهشون نگرانی هایی که دارن، دلواپسی هایی که دارن، میخوام بگم هیچ ربطی به برجام نداره. تازه برجام هم ما هنوز معتقدیم برجام هم دستاوردهای خودش داشته. سخنگوی وزارت خارجه اتریش اعلام کرد که این کشور نمیتواند میزبانی سازوکار ویژه مالی اروپا که قرار است امکان ارتباط مالی به رژیم ایران را راه اندازی کند بپذیرد. وی گفت دولت اتریش پس از بررسی‌های جدی به این نتیجه رسید که در این دوره زمانی در موقعیتی قرار ندارد که میزبانی این نهاد را بپذیرد. خبرگزاری بلومبرگ در این رابطه نوشت اتریش خودش مایل به انجام این کار نیست. بلژیک، لوکزامبورگ و فرانسه نیز به عنوان میزبانان احتمالی شناسایی شدند، اما بلژیک و لوکزامبورگ آن را رد کردند و فرانسه هم به اتریش چشم دوخته است. این خبرگزاری افزود سخنگوی وزارت خارجه اتریش گفت که وزیر خارجه بعد از گفتگو درباره این ایده با بقیه اعضای دولت در وین تصمیم گرفت که این برای اتریش عملی نخواهد بود که از این مکانیزم میزبانی کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد طرح ویژه اتحادیه اروپا برای حفاظت از تجارت با رژیم ایران در قبال تحریم‌های آمریکا با فروپاشی احتمالی مواجه است، چرا که هیچ یک از کشورهای اتحادیه اروپا از ترس مجازات از سوی ایالات متحده خواهان میزبانی آن نیست. یک دیپلمات به رویترز گفت اگر ما یک کشور میزبان به دست نیاوریم با مشکل بسیار بزرگی مواجه خواهیم شد. این گزارش می‌افزاید دیپلمات‌های اروپایی هشدار دادند که سازوکار ویژه مالی به خودی خود برای حفظ تمامی تجارت‌ها با رژیم ایران کافی نخواهد بود، بلکه در شروع بیش از این که مؤثر باشد سمبولیک خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا جواد نصرالله پسر سرکرده حزب شیطان وابسته به رژیم آخوندی و یک گروه تروریستی وابسته به رژیم مستقر در فلسطین را تحریم و لیست گذاری کرد. وزارت خارجه این لیست گذاری را طی یک بیانیه و یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور هماهنگ کننده امور ضد تروریسم اعلام کرد و افزود که پس از بازبینی الزام آور 5 ساله لیست گذاری حزب شیطان در لیست تروریستی، آن را در لیست گروه‌های تروریستی خارجی حفظ کرده است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود می‌نویسد این لیست‌گذاری‌ها نیروی محرک اقدام دولت در بازگشت تحریم‌ها علیه رژیم ایران را حفظ می‌کند. همراه با کارزار لیست‌گذاری‌های هدفمند بی سابقه این دولت، اینها سخت‌ترین تحریم‌هایی است که تا به حال علیه رژیم ایران اعمال شده است. نیتان سیلز در کنفرانس مطبوعاتی وزارت خارجه گفت این اقدامات ما یک گام دیگر در کارزار برای ایجاد سخت‌ترین نظام تحریم‌هایی است که تاکنون علیه رژیم ایران اعمال شده است. تحریم‌های بیشتری نیز
در راه است. با میانجیگری مصر، گروه‌های فلسطینی در غزه با اسرائیل آتش بس اعلام کردند. روز دوشنبه به دنبال پرتاب صدها موشک و راکت به سمت خاک اسرائیل توسط حماس، جنگنده‌های اسرائیلی نیز ساختمان رادیو تلویزیون حماس را به شدت بمباران کردند. در همین حال محمود عباس رئیس دولت فلسطین به یک اجلاس فوق‌العاده برای بحث درباره چگونگی توقف حملات اسرائیل به مردم فلسطین فراخوان داد. صاحب علیقا دبیر کل کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین گفت پرزیدنت عباس به منظور فراهم شدن حمایت بین المللی برای مردم فلسطین خواستار این اجلاس شده و بر اهمیت وحدت ملی فلسطین تاکید کرده است. خبرگزاری فلسطینی وفا نیز نوشت محمود عباس جامعه جهانی را به دخالت فوری برای توقف حملات اسرائیل و گسترش خونریزی و بی‌ثباتی فراخوانده است. بینندگان عزیز سیمای آزادی، اخبار این ساعت پس از پخش عناوین خبرها به پایان می‌رسد. همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.